لن شيء يعادل إيماني بقرآني، لا شيء يعادل إيماني بقرآني، فالله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني، لا شيء يعادل إيماني بقرآني، لا شيء يعادل إيماني بقرآني، فالله أحيا أحيا به الله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مجمع تليات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استصحاب دیگه وحدت موضوع میخواد، هست وحدت موضوع یا نیست یا لااقل من الشک، درک کافی نیست چون تقلید عمله، حتی همون که صاحب عرب فرموده التزام غالبا متأخرین نپذیرفتن از ایشون. همین آخه ملاک صرف الحجیه است یا ملاک این منجز و معذر بودنه، قدر مسلمش منجز و معذر بودنه که باز اونم محل خلافه، اما اونایی که گفتن بقا جایزه نبلها و حجیتهی زمان حیات این، و نه به خاطر اصالت التعیین در شک در تعیین و تخییر، چون اصالت التخییر اونجا چون، اما به خاطر اینکه این تنجیز و تعذیر دشته اون وقت علا نحو الاستصحاب التعلیقیه، اگر عمل میکرده منجز و معذر بوده. اگه عمل میکردی صرف الحجیت و هوا که فایده نداره، یعنی اگه عمل نه ایشون میفرماد تقلید، نه ایشون میفرماد تقلید نکرده، صبی ممیز بوده که اگر تقلید میکرده حجت بوده به نظر این براش، و حالا مرده این حجیت رو میشه استصحاب کرد؟ میخوام عرض کنم استصحاب تعلیقیه، یعنی حجیت که تو هوا نیست، حجیت و لو کان یعمل، اگر عمل میکرده این منجز و معذر بوده. هیچ اشکال نداره، حتی تقلید ابتدایی جایزه، در عقلا فرق نمیذارن، فقط چون میگن معروف از شیعه مقابل عامه این بوده که تقلید ابتدایی نمیکردن،
سیره عقلا هست، گیری نداره. وقت معروف از شیعه این کاشف از حکم شرعیه. همین مسئله ابتدایی چیه مشکلش؟ مشکلش همینه که معروف عند شیعه این بوده که مثلا عامه نیستن که ابتداعا تقلید بکنن. وقت این حجیت داره، یعنی طریقیت، کاشفیت داره. عقلا براشون اصلا میت و حی فرق نمی کنه. اگه طبیب مرده، نه طبیب مرده ابن سینای هزار سال قبله، یه نظری راجع به یک ناخوشی یا راجع به یه داروی داده، عقلا عمل میکنه. به علمان مقلد عمل کنه، به علمانی که مجتهد نظرش را قبول داره. محل خلاف اسمش که عروه داره، اما ظاهراً نه، ظاهراً فرق نمی کنه. اما جماعتی قبول نکردن، گفتن وقتی که شارع حد قرار داد، عرض بنده نیست، فرمایش بعضی هست، وقتی که شارع حد قرار داد گفت بلوغ یعنی قبلش نه، ولو ممیز باش. اما میشه گفت منصرف، جه عده گفتن منصرفه. نه، مشروعیت عبادات چیز دیگه است، نه تلازم بینش نیست. صحت تقلید رجوع الجاهل الى العالم که کتابان و سنتان و اجماعان درسته، با شروطی که اضافه کرده شارع بر عالم بودن، تقوا و فلان. بله، نه عبادتش مشروعیت نداره، اما صحیح هست. مشروعیت غیر صحت، صحت مطابقت المعتی به مأمور به، مأمور به و امر ولو امر ارتکازی، نه امر حکمی. آره خب، اما تلازم معلوم نیست. نعم نعم، المعروف بين الفقهاء المتأخرين لا، ولكن جماعة ومنهم المرحوم السيد الأخ كان يقول نعم. المعروف بين المتأخرين أنه يأخذون من الإطلاقات، الولاية إذا كانت مشروعة مقتضى الإطلاق أنه ليس للمولى عليه ذلك، ولكن جماعة قالوا منصرف عن مثل ذلك. الانصراف على كل المحل خلاف، هذا من الناحية العلمية مشكل. إذا الشارع جعل هذا ولي وجعل له حق الزواج، بعد خلاص هذا. نعم، إذا انكشف أنه مو صالح له، لأن الولي فيما هو صالح له أو ما ليس منافياً لمصلحته، إيه ذاك غير شيء. لا، أما إذا هو صالح إلا بس هي ما تريد، روايتها سيدنا عباس ما بنكم
و اهل صلی الله علیه و آله. حالا اینکه روایت اون قبل از روایت قرآن کریم حضرت فرمودن نزل القرآن به ایاکی اعنی و اسمعی یا جاره، اینا همش ایاکی اعنی و اسمعی یا جاره است، خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله اما برای دیگرانه. مسئله اشکال نیه، جلوتر از این فرمایش شما نفس هست، نفس رسول الله هست، وقتی که نفس هست دیگه خودش خودشه، گیری نداره از این جهت. اما این ظاهرش اینه برای دیگرانه، ظاهرش اینه برای دیگرانه، یعنی این یه همچین مقامی هست برای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که حتی مثل پیغمبر که افضلن از امیرالمؤمنین ولو نفسشون هستن مأمور به ولایت هستن، مثل همون امضل ما امرت که فاطمه در امیرالمؤمنین. اینا ایاکه یعنی و اسماعیل تو قرآن داره لما اذنت لهم، اینا همین ایاکه یعنی و اسمعی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، و نماز خونده ولا تقوم علی قبره، و ایساد اقامه بر قبرش کرده، اینا برای بیان اون طرفه. ظاهرا برداشت من اینه. بله بله بله. مثلا یه هفته میگم مشهد، اونجا یه هفته رو محل خروج داره، مسئله رو محل خلافه، جماعتی گفتن اشکال نداره به خاطر اطلاقات روایات که نذر میشه. میدونم جمع مقتضای جمع به محل خلاف، عرض کردم یه عده تمسک به همین روایت که فرمودید کردن، گفتن نه جایز نیست، یه عده هم عروه داره مسئله رو، شاید صاحب عروه هم جزا همین ها یکی جایز میدونه به خاطر روایات دیگه، اینه که اگه نذر نکرده بله نمیتونه روزه بگیره، اما اگه نذر کرده مثل احرام در قبل از میقات، قبل میقات جای احرام نیست، اون دلیل خاص داره که اگر نذر کرد اشکال نداره. بله بله، در احرام قبل میقات اجماعیه، در صوم در سفر با نذر لازم نیست از اول نذر کنه، تو سفر رفته میخواد سه روز بمونه همونجا قبل از اذان صبح نذر میکنه من فردا روزه بگیرم، جایز میشه. فقط در ماه رمضان شاید اجماعی باشه که جایز نیست حتی اگه نذر بکنه. بله بله، اجماعی ظاهره. بله. اما بله. اینا کفایه داره، شیخ دارن، دیگران دارن،
تکلیف گاهی با امتثال گاهی با عصیان برداشته میشه. عصیان اینجور نیست که با امتثال فقط باشه. نعم اذا وقت التلقيح المرأة والرجال زوجان ولو موقت ولمقدار ساعة ما يخالف، وإلا لا. مو مال الزوج ما يجوز إذا ما نطفة الزوج ونطفة الزوجة ما يخالف، ولو الزوج والزوجة ما شايف واحد الثاني. وأما خلال هالوقت التلقيح عقد ولو موقت كان بينهما، يعني فد واحد وكيل عنهما يعقد بينهما ولو لا الزوجة تشوف الزوج ولا الزوج يشوف الزوجة. لحظة التلقيح إذا زوجية أكو ما يخالف، وإلا لا. بله ليس من البر الصيام في السفر، عمومات هست که جایز نیست مگر سه روز برای قضاء حاجت، یعنی حاجت دیداره خدا حاجتش را مرحمت کنه در مدینه منوره، یا این اجماعیه چون روایت خاص داره، یا اگر نذر کرد. اگر نذر کرد اشکال نداره، یعنی بنابر قول جماعتی که برداشت من هم همینه، همون اشکال نداره. بله نه ها این مسئله رو عروه داره در کتاب نکاح، محل خلاف هم هست. جماعتی شاید خود صاحب عروه هم جزو همین هست که با هر کسی اگر یک مرد نعوذ بالله زنا کرد بعد دخترش رو نمیتونه بگیره، محرم نیست اما نمیتونه بگیره. فقط جماعتی دیگه که منم برداشتم همینه، نظرشون اینه این مسئله در عمه و خاله فقط هست، در غیرش اشکال نداره. یعنی اگه کسی با عمه خودش نعوذ بالله یا خاله خودش زنا کرد، دختر این خاله و این عمه رو دیگه نمیتونه بگیره. اما اگر با کسی دیگه بود این زنا، دخترش رو میتونه بگیره. جماعت اینجور گفتن، منم برداشتم همینه به خاطر روایاتش که مختلفه. در عمه و خاله اجماعیه، اما در غیر عمه و خاله محل خلاف. ببخشید، بله؟ چی؟ خب، عمود الماء یعنی آخه بئر دو قسمه، یه قسم چاهیه که خودش آب نداره، این بارون که میاد تو اینجا آب جمع میشه، این نه. اما اون چاهی که عمود الماء داره، یعنی از زیر همینجور آب میجوشه، ای تا مادامی که اون عمود الماء متصله این اشکال نداره. اما اگه منفصل شد، یعنی محرز شد که این عمود الماء متصل نیست، یعنی فرض کنید در تابستون یا زمستون یا فلان در فلان شرایط این آب نمی جوشه، عمود الماء یعنی بله این معنا. بله اشکال نداره، چون عاصمه، یعنی معتصمه. ببخشید
بله. روایاته. ببینید ارحام، چه والدین هرچی بره بالا، چه اولاد هرچی بعد بره، اولاد و نوه و نتیجه و اینا، اگر فقیر باشن و این پدر یا این پسر دارا باشه، واجبه برش انفاق بر اینا. اگر انفاق نکرد، مثل اینه که اگر نذر کرده بود روز جمعه روزه بگیر، نگرف عصیانن، وقتی که روز شنبه برش واجب نی روزه گرفتن، عصیان اگه کرد. دلیل در زوج دلیل داره که این در ذمه‌شه. حتی اگه فقیر باشه زوج و نتونه بده، در ذمه‌شه. وقتی که مرد به عنوان دین از اموالش بر میدارن، اما نسبت به ارحام نداره همچی دلیلی. بله همین، از یعنی از روایات اینجور. بله لا شوفوا في صورتين يجوز للزوجة أن ترجع إلى الحاكم الشرعي وتطلب من الحاكم الشرعي الطلاق. الصورة الأولى اللي بيها رواية وإجماع الفقهاء عليها أنه إذا الزوج ما ينفق على زوجته، سواء عمدا ما ينفق عنده أو ما عنده ينفق، فهذه الزوجة ترجع إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يقول للزوج إما أنفق أو طلق. إذا قال ما عندي، وصدقها ما عندي، لنفرض يعني مو حرام ده يسوي، بذمته ده تروح النفقة، هذا الحاكم الشرعي يقول له طلق. إذا ما طلق، الحاكم الشرعي له الحق في الطلاق. هذه به رواية وإجماع الفقهاء عليها. الصورة الثانية، ما إذا ما عنده معاشرة بالمعروف، القرآن الكريم قال وعاشروهن بالمعروف، ما عنده يعني سوء خلق عنده، معاملته مع الزوجة مو معاملة صحيحة، هذا أيضا جماعة من الفقهاء ومنهم صاحب العروة، العروة الوثقى، مو إجماعية هذه. أنا هم نظري هكذا، أنه الزوجة لها حق الطلاق، ترجع للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يأذن لها بالطلاق حتى لو الزوج ما يطلق، حتى لو موجود وبالبلد موجود ويقول ما أطلق، الحاكم الشرعي له حق الطلاق. هذا بس مو إجماعي هذا. نا جايز يعني جزء شؤونه. لا امر حسبيه ان بالخصوص، چون آیه دیگه داره غیر و عاشرهن بالمعروف، که عروه به اون آیه هم استدلال میکنه، صاحب عروه هم قائله، و فقها ها مکرر من دیدم زمان ما طلاق دادن در این جور موارد. یکشون آشان حسین کاشف الغطاس که من ایشون درک کردم، یکیشون خود اصفهان کاظم یزدی یه جایی دیدم از ایشون نقل کردن. در خود زمان امام بعضی از فقهای معروف همین کارو. نه باید محرز بشه که معاشرت خب. بله همین حاکم ولایت داره، ولی من و ما لا ولی له. چرا؟ شکی نیست، باید یه مزاحم اهمی نباشه، در همه چیز همینه، اما یه چیز اضافه نداره، همه جا باید مصلحت هست، باید یه مزاحم اهم نباشه یا مساوی.
حالا ممکنه به عنوان نه حاکم حق داره وقت این حق واجبه برش اعمال بکنه بس که یعنی واجب بودن بر حاکم عنوان ثانوی میخواد مثل مسائل دیگه حاکم شرع وقتی که حاکم جامعه شرع شیخ انصاری یه نظری در مسئله شرعی داره حق داره این نظر را بگه اما واجبه برش این نظر را بگه اون عنوان ثانوی میخواد بله بله اگر اون قصر و غیب تلف نمیشن حسبه نمیاد در اینجا چه وجوبی داره حاکم شهر نه قضاوت نه فتوا نه اعمال ولایت حق داره اشکال همون این میشه عنوان ثانوی اما اگر نه خودش فرض کنید میخواد طلاق بگیره زوجه باید بخواد اما براش مسئله نیست وقتی هم که طلاق بگیره شوهرم نخواهد کرد مثلا برای همونتر واجبه چون تلف نمیشه پولم داره خرجم میکنه خودش خلاصه عنوان ثانوی میخواد وجوب اگه گفتن یه چیزی حقه معناش این نیست که لازمه لازم یه دلیل دیگه میخواد لا یرضا به اینکه این معلقه بمونه مطل اگه دلش بخواد ادامه بده میخواد ثوابش بده آخره زیاد بشه مرارت دنیا حلاوت آخره خلاصه ببینید حقه شارع مثل که خود زوج در یه جاهای حق داره تصرفاتی بناله واجبه بر زوج اون دلیل دیگه میخواد بله 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 ما این تو عروه داره مسئلش محتاطین از فقها میگن حکم کر رو داره جاری یعنی یه چشمه آب باشه یه نبعی باشه نه اینکه یک مرکزی باشه که توش آب جمع کنن این کره هزار کره هم که باشه میشه کر اما بعضی هم استناد کردن به روایات حمام و مزمله چی بهش میگن که آب میاد وش لأن له ماده از این اطلاق ماده استفاده کردن گفتن نه در حکم جاریه منم برداشتم همینه روایت داره که حضرت فرمودن چون ماده داره ماده اون خزینه هست اون مرکزه اون که نبع نیست چشمه آب نیست و از این استفاده کردن اطلاق را جماعتی عروه داره مسئله را محل خلاف هم هست وقت در حکم جاری خواهد بود بله یعنی برداشت من هم همینه بله بله همین واقعا جاری نیست آخه جاری منصرفه اینکه چشمه آب باشه اونو میگن اگر کسی آفتابه رو گرفت آب رو زمین ریختنم جاریه لغتا جریان داره اما اینو جاری بهش نمیگن جاری منصرفه به اینکه چشمه هست ازش داره آب در میاد همجور جاری میشه منصرفه به اونه وقت آیا باید چشمه آب باشه یا ولو یه مخزنی باشه از این روایات حمام استفاده میشه ولو یه مخزنی باشه حتی بعضی فقها
گفتن لازم نیست مخزن کور باشه، چون اینجور نبوده که زمان ائمه علیهم السلام اون مخزن همیشه کور باشه و اطلاق داره روایت. البته مشکل این خوبه، حرف خوبیه، اشکال نداره. این هم استفاده از روایات حمام شده که لهو ماده، ماده داره این همون منبع. ها؟ من نمیگم، اما جماعت تصریح کردن. گفتن زمان ائمه علیهم السلام اون مرکزایی که آب توش بوده که ازش میمده به این مزمله ها و از این حوضچه ها همیشه که کر نبوده، یا لااقل احراز کلیت درش همیشه نبوده. اما یه خورده علا کل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. أحيا به الدنيا وأحياني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا أحيا به الدنيا أحياني، فالله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مجمع تليات، آياته كلما في مجمع الله يستر عليك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يعزك.